با یاد و نام خدا. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. نقد حال خیش را گر پی بریم، هم ز دنیا هم ز عقبا برخوریم. بار دیگر برای این نشست در مقابل پرده عجایب، نمایشنامه کوتاه و سراسر طنز اما طنزی خوشیارانه از آنتون پاولویچ چخوف، قصه نویس و نمایش نام نویس نامدار روس را برگزیدیم. سعی بر این داریم که بخندیم و بخندانیم، اما در خلال این همه به داد و ستد اندیشه بپردازیم. جشن سالگرد نگاشته شده به سال 1891 از جمله آثار کوتاه نمایشی چخوف است که نه فقط در زمان خود او شهرت و اعتباری در خور کسب کرده، بلکه پس از آن نیز تا کنون صدها بار بر صحنه‌های گوناگون تئاتر در این سو و آن سوی جهان اجرا شده و بر پرده پر از عجایب تلویزیون‌های کشورهای مختلف درخشیدن گرفته و حتی چند باری در نسخه‌های گوناگون در جامعه فیلم درآمده و بر پرده جادویی سینما پرتو افکنده. جشن سالگرد همچون در شاهراه، آوای قو، خاصگاری و عروسی از جمله آثار کوتاه نمایشی چخوف است که پیش از آن که در جامعه نمایشنامه نگاشته شده باشد، نویسنده آن را در هیئت داستان کوتاه آزموده و پس از کسب موفقیت آن را روانه صحنه پر از عجایب تئاتر کرده است. در جشن سالگرد بار دیگر چخوف به اون درون‌مایه همیشگی آثار خود باز می‌گردد و آن را در بهترین و مؤثرترین شکل باز می‌نماید. ابتذال زندگی طوفان زده در قرن ما، سرگشتگی انسان در گرداب ابتذال‌های روزمره و عدم فهم و درک متقابل یکدیگر، و این همه مضمون عمیق و اندیشمندانه به روانی و سادگی در جامعه یک کمدی ناب خنده برانگیز و پرماجرا. از سوی دیگر در جشن سالگرد زندگی کارمندی و نظام اداری مورد خطاب است. ابتذال و سردرگمی و سرگشتگی در میان این نظام پوسیده، گرچه در ظاهر نوگرایی کرده و رنگ عوض کرده است. جشن سالگرد نمونه برتر کمدی اندیشمندانه، کمدی موقعیت و موقعیت در کمدی است. در جایی خود چخوف میگوید ایجاز خود از نشانه‌های نبوغ است. پس سخن کوتاه کنیم و به آنچه که گفتیم بسنده و بنشینیم و ببینیم جشن سالگرد نوشته آنتون چخوف را بر پرده‌ای که نامش را عجایب نهاده ایم.
بفرمایید. دیگه که چیزی لازم ندارید. آهای یک کسی رو بفرستید داروخانه 15 کوپک قطره مسکن بگیره. در ضمن یک کمی هم آب خنک بفرستید اتاق آقای رئیس. یه حرفو که 100 دفعه نباید تکرار کرد. دیگه طاقتم طاق شده. 4 شبانه روزه دارم جون میکنم. از صبح تا شب اینجا، از شب تا صبح خونه. چشمم نذاشتم. از همه بدتر این تمام بدنم آتیش گرفته. این تب، لرز، سرفه، نمیدونم چه درد بی درمونی گرفتم. پاهم مرتب خواب میرن. جلوی چشام اعداد و ارقام، نقطه ویرگول رژه میرن. همینطور جلوی چشام رژه میرن. رئیس کل تمام بدبختی های من جناب آقای رئیس هیئت مدیره امروز قراره در مجمع عمومی کارکنان بانک یک گزارش مفصل در مورد عملکرد 15 ساله بانک بده. بانک ما در حال و آینده. آقا خیال میکنه سیسرونه اینطور داده سخن داده. کجا بودم؟ 26 8 9 1. آقا برای این که میشه کارمندا خود نمایی کنند این کارا رو میکنن، اون وقت من بدبخت بیچاره باید جورشون رو بکشم. مثل یک خر بارکش. بله، مثل یک خر بارکش. بفرمایید. این جناب تو گزارششون شعر گفتن. بله آقای رئیس هیئت مدیره شعر گفتن. این من بدبختم که باید به این حساب و کتاب ها رسیدگی کنم و راست درستشون بکنم. دیگه جون تو تنم نمونده. مرد شورت ببره با این حساب و کتابت. دیگه نفسم بالا نمیاد. وای مادر جان مردم. 72 این میلیون، حالا 66 67. قول داده اگر در مجمع عمومی موفق بشند و روسفید از آب در بیاند 1 سکه طلا و 300 روب پاداش به بنده بدن. باید دید. اما من که چشم آب نمیخوره. اما این جناب باید مواظب خودش باشه، چون من بی خودی به خاطر چشم افروش زحمت نمی کشم. خودشم میدونه من آدم عصبی هستم. وقتی هم عصبانی بشم هیچ کی دیگه جلو دارم نیست. بله باید یه فکری به حال خودش بکنه. آره من میتونم درسته حسابی یه آدم بگیرم خفه کنم. خودش. متشکرم. خجالتم ندیم. متشکرم. من تحت تأثیر قرار دادی. متشکرم. خیلی متشکرم. بلشوی. من این هدیه رو
همکاران عزیز، همچون مردمک چشم حفظ. چرا؟ چرا که این خود نشانه ایست از زیباترین روز عمر من. متشکرم 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 متشکرم. کوزما نیکولایویچ عزیز من، جواهر من، در روز پرخونده 15 سالگرد تأسیس بانک عزیزمان افتخار دارم که صمیمانه ترین تبریکات خیش را تقدیم کرده و آرزوی موفقیت برای شخص جن. متشکرم متشکرم دوست عزیز، متشکرم از همه چیز، متشکرم. به مناسبت این روز فراموش نشدنی و به افتخار این جشن 15 سالگرد بانک فکر میکنم که بتونیم بدون رودرواسی همدیگر رو در آغوش بگیریم. مسرورم، متشکرم از همه چیز، متشکرم دوست عزیز، متشکرم از همه چیز، متشکرم از تمام خدماتی که شما انجام دادید. و باید بگویم که اگر من به عنوان رئیس هیئت مدیره تونسته باشم که کاری انجام داده باشم، خودم رو مدیون خدمات شما و همه همکاران عزیزم. بله دوست عزیز، 15 گذشت و این 15 همونقدر جدیه که اسم من چه با چی؟ گزارش من چی شد؟ آها، حاضر قربان، البته 5 دیگه بیشتر نمونده. بسیار خوب، پس تا ساعت 3 که آماده میشه. آه البته البته، اگه کسی مزاحم نشه دیگه چیزی نمونده. تمامه. کجا بودم؟ عالی عالی، همونقدر عالیه که اسم من شپاچینه. جلسه هیئت مدیره بله ساعت 4 شروع میشه. راستی کوزما نیکولایویچ، میشه که قسمت اول این گزارش رو به من بدید که مطالعه کنم، سرم گرم باشه. تا بعد زود باشید. خب زود باشید دیگه، زود باشید. من روی این گزارش خیلی حساب میکنم، بیشتر از اون برای من باید حکم یک برگ برنده رو داشته باشه، بیشتر از اون باید مثل یک ترقه صدا کنه. ترقه کوزما نیکولایویچ، این ترقه همونقدر جدیه که اسم من شپاچینه. با این همه من امروز خیلی خستم. بشینم. دیشب باز اون میگرن کوچولوی آمد سراغ. امروز هم که این طرف میدوام، اون طرف میدوام، این طرف میدوام. دارم به خودم
فشار میارم. آخه این همه هیجان، این همه تقلا، اونم مسائل خانوادگی. خستم، من خستم. کوزمانی کنم نو شش توی ار نت توی that's a question. هفت شش از بس دنبال رقم گشتم و عدد نوشتم همه چی رو دارم سبز میبینم. سبز سبز هفت. راستی کوزما نیکولایویچ، امروز صبح خانم شما آمده بود به دیدن من و برای چندمین بار از شما شکایت داشت. از قرار معلوم شما دیشب با چاقو افتاده بودی دنبال خانومتون و خواهر خانومتون. خب که چی؟ حتما میخواستید اونا رو بکشید ها؟ کزما نیکولایویچ، واقعا که من درست نمیفهمم این رفتار شما واقعا چه معنا داره؟ من که نمیفهم. ها؟ با شما؟ به مناسبت این جشن فرخنده سالگرد و به خاطر این جون کندنم هم که شده، از شما خواهش میکنم، تمنا دارم به بنده محبت بفرمایید. در زندگی خصوصی بنده دخالت نکنید آقا. خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم، خواهش میکنم. کوزما نیکولایویچ، اخلاق عجیبی داری. آخه آدم آرومی مثل شما، یه شخصیت محترمی مثل شما که نباید مثل جک آدم کش با زنها رفتار کنه. کوزما نیکولایویچ، راستی شما چرا باید از زنها اینقدر متنفر باشی؟ راستیک واقعنگ من اصلا سردر نمیارم، باور نکردنی. زنها کوزما نیکولایویچ، بندم نمیدونم چرا جنابالی اینقدر نسبت به این خانم ها ارادت دارید و سنگ اونا رو به سینه میزنید. بله چند دقیقه پیش کارمندای بانک یک آلبوم نفیس به من هدیه کردن. بعدم قراره که اعضای هیئت مدیره در جلسه عمومی یک تقدیرنامه درباره من قرائت کنن. آخر سر هم یک کاپ نقره به من تقدیم کن. خوبه، خیلی خوبه. درست همونطوره که باید باشه، همونقدر درسته که اسم من شپوچین. واقعا لازم بود. گاهی وقتا مراسم و تشریفات برای شهرت بانک لازمه. خب چه میشه کرد کوزما نیکولایویچ، چون تقریبا از خودمون هستید اجازه بدید که بهتون بگم. البته مطمئنم که خودتونم میدونید اون تقدیرنامه رو خود من تنظیم کردم. اون کاپ نقره رو خودم برای خودم خریدم. تحریر و صحافی و اون جلد زرکوب تقدیرنامه برای من 35 روبل آب خورده. خب ولی چه میشه کرد؟ این آقایون کارمندا که چیزا عقلشون نمیرسه. و خودتون نگاه کنید چه مبلمانی
چه مبلمانی، نگاه کنید چه اساسیهی. بله، به من میگن من به فرعیات خیلی اهمیت میدم. دستگیره های در باید حسابی برق افتاده باشه، یک دربون کت و کلفت باید جلوی در خبردار ایستاده باشه. خب بله دیگه کوزما نیکولایویچ چی بگم؟ یا اینکه کارمندای من همشون باید کروبات‌های ابریشمی آخرین مدل داشته باشن. این حرفا چیه آقایون؟ دستگیره در و دربون کت و کلفت جلوی در و آقا بله اینا فرعیاته، بی اهمیته، ولی برای بانک مهم. بله ممکنه من مثل تو خونم مثل یه آدم ساده رفتار کنم، بله یه غذای ساده‌ای بخورم، یه مختصر خوابی بکنم، بعدم یک مهمانی کوچیکی بدم و بعدم هم برای اینجا بانکه. آقا خواهش میکنم دست از این خیال بافی ها برداری. خیال بافی؟ این چه حرفی بود زدید کوزما نیکولایویچ؟ شما واقعا آدم عجیبی هستید. من داشتم میگفتم بله من ممکنه تو خانه خودم مثل یک آدم ساده رفتار کنم، غذای ساده‌ای بخورم، یه خواب مختصری بکنم بدون تشریفات، بدون مراسم، بدون سر و صدا، ولی اینجا نه، اینجا بانک، اینجا همه چیز باید تو چش بخوره، اینجا همه اجزا باید مشتری رو جلب کنه، اینجا همه چیز باید مجلل باشه، مجلل باشه. ها همینجاست، همینجاست کوزما نیکولایویچ که ارزش کار من نمودار میشه. حفظ حیثیت بانک، حفظ آبروی بانک. بذاری تو جیبتو. بله من داشتم میگفتم که یک مهمانی مختصری باید به کوزما نیکولایویچ. آی 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 آی. چند دقیقه دیگه اعضای هیئت مدیره میان اینجا و شما دوست عزیز با اون چکمه های پوسی و اون شال گردن و اون کت رنگ و رو رفته قبول کنه که صورت خوشی نداره، پس باید برید یک دست لباس رسمی بپوشید. خب یا لااقل برید یک دست لباس سیاه کار پس همه کارمندا بپوشید. سلامتی برای من از اون اعضای هیئت مدیرتون ارزشش بیشتره، تمام تنم تو تب داره میسوزه. نمیفهمین چی میگم؟ با این همه اعتراف کنید که صورت خوشی نداره. شما میخواید همه چیزو خراب کنید آقای کوزما نیکولایویچ؟ این وجود شما با این سر و ریخت خب با سایر چیزها هماهنگی نداره. وقتی هیئت مدیرتون بیاد من میرم بیرون، برای من مهم نیست. هیئت مدیره شش نو هفت، من از بی نظمی متنفرم. چهار سه دو بدم میاد آقا، بدم میاد، بی نظمی رو میگم. شما بهتر امروز برای اون شام رسمی از خانم ها دعوت نکنید.
بله. مزخرف میگید، این حرفا چیه میزنی؟ نه خیر، بنده خوب هم متوجهم. شما برای اینکه مجلس رو به اصطلاح گرم کنید خانوم ها رو دعوت میکنید، ولی مواظب باشید همین موجودات مجلس گرم کن شاید تمام برنامه های شما رو به هم بریزن. بله، از این موجودات به اصطلاح ظریف کاری جز دردسر و ناراحتی ساخته نیست. برعکس، وجود خانم ها لازمه، اعتبار جشن و بالا میبره. بله، اعتبار جشن و بالا میبره. مثلا همین خانم سرکار، بله، سرکار علیه ظاهرن خیلی هم با شعور تشریف دارن. همین هفته پیش چنان دست گلی به آب دادن که بنده تا دو روز حیرون مونده بودم انگشت بدهن، اونم جلوی عده غریبه. راسته که شوهر من سهام شرکت کوفت و زهرماری رو خریده و این شرکت در حال برشکست شدنه؟ پس برای همینه که چند وقت خواب و خوراک نداره، اونم جلوی عده غریبه. تازه به نظر من گناه از خود شماست. شما چرا باید اسرار بانکو پیش خانمتون بازگو کنید؟ گمونم خیلی علاقه مندید که خانم پاتونو چند وقتی که به دادگاه بکشونه. بس دیگه آقا، بسته. این حرفا چیه که میزنید؟ اصلا چه موضوع داره که همچین روزی، اونم روز جشن سالگرد، یه همچی چیزایی رو بگید؟ راستی شما یادم انداختی، همین الان همسرم به ایستگاه راهن وارد میشه، من خودم باید میرفتم دو. اما نه، من اصلا وقتشو ندارم، خودتون که میبینید. از اون گذشته من خیلی خستم. بنشین. طفلکی الان خودش تنهایی باید بره خونه. اما کوزما نیکولایویچ، از اینکه برگشته زیادم خوشحال نیستم. ترجیح میدادم یکی دو روز دیگه ایم خونه مادرش میمون تا ما. حتما دلش میخواد تمام عصر رو با اون باشم. اما نه، ما قرار این شامو از پیش گذاشته بودیم. کلی هم لرز بنده هم شروع شد. از اعصاب کش میاد، همینطور کش میاد. کافیه که یه فشار کوچیک به اعصابم بیارم، وقتی که دست خودم نیست میزنم زیر گریه. اما نه، باید بر خودم مسلط باشم، باید محکم باشم، همون اندازه محکم که اسم من شپوچینه. آن رفتیانیچ ها با بفرمایی. هنوز موش آتش نزدن پیدا شد. همسر عزیزم کجایی؟ آن رندریوویچ، همسر عزیزم، واقعا داشتیم همین الان حرف تو رو میزدی. دلت برام تنگ شده بودم. حالت چطوره؟ خوبه؟ از ایستگاه راهن یه سر اومدم اینجا، به خونم هنوز سر نزدم. اگه میدونستی چقدر چیزا دارم برات تعریف کنم، اصلا نمیتونستم صبر کنم حتی یک دقیقه. آنه پلو پوشمو در نمیارم، فقط یک دقیقه میمونم. سلام کوزما نیکولایویچ. اینو بذار اونجا. چشم.
تو خونه چه خبر است؟ بس که خوبه. خوبه خوبه. از قرار این چند روزه خیلی به تو خوش گذشته. خیلی هم خوش آبرنگتر شدی. خوب بگویم سفر چطور گذشت؟ خوب بود؟ خوش گذشت؟ عالی. ماما و کاتیا بهت سلام رسوندن. واسیلی آندریوویچ سفارش کرده سلامیشو بهت برسونم. خالی جونم برات یه شیشه مربا فرستاده. زینا ازم قول گرفته سلام مخصوصشو بهت برسونم. ولی همشون ازت گله داشتن که چرا براشون نامه نمی نویسی. می نویسیم. اگه می دونستی چه اتفاقاتی افتاد، وای اصلا نمیتونم، جرأتشو ندارم حتی تعریف کنم. ولی از چشات پیداست که خیلی هم خوشحال نیستی من برگشتم. برعکس عزیزم، خیلی هم خوشحالم. کوزما نیکولایویچ هم خیلی خوشحاله. بیچاره کاتیا، کاتیای بیچاره، نمیدونی چقدر دلم براش میسوزه، چقدر دل واپسشم. کاتیای بیچاره. کاتیانه عزیزم، ما امروز 15 سال تأسیس بانکمون رو جشن میگیریم. اعضای هیئت مدیره هم همین چند دقیقه دیگه میان اینجا و تو لباس مناسبی نپوشیدی و بهتره که بریم. درسته درسته، امروز روز جشن سالگرده. بهت تبریک میگم عزیزم، یعنی به همه تون تبریک میگم. براتون آرزوی موفقیت دارم. پس امروز جلسه عمومی دارید، بعدش هم حتما یک شام حسابی. من عاشق یک همچین برنامه هایی هستم. یادت عزیزم چقدر به خودت زحمت دادی تا تونستی اون تقدیرنامه قشنگو که قرار از طرف هیئت مدیره برات بخونن نوشتی؟ قرار همین امروز برات بخونن، درسته؟ تانیوشکا، خب بهتره الان از این چیزا حرف نزنی، در واقع بهتره که بری خونه. نه 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 نه، بذار حرفمو بزنم بعد از اینجا میرم. خب از اول شروع کنیم. یادت که هست تو خودت منو رسوندی ایستگاه قطار. توی کوپی قطار که رسیدی من با یک خانم پیرزن چاق هم سفر بودم. خودت که میدونی من اصلا توی قطار عادت ندارم با کسی حرف بزنم، حتی یک کلمه. تمام مدت کتاب میخوندم. سه ایستگاه که حرکت کردی من همش کتاب میخوندم. اون خانم پیرزن چاقی که روبرو نشسته بود، خب شروع کرد خور و پف کردن. شب شده بود. خب میبینی شب که میشه آدم دلش میگیره. خب منم راه افتادم رفتم توی راهروی قطار. از تو راهروی قطار راه افتادم رفتم توی رستوران قطار. تو رستوران قطار یک افسر نیروی دریایی، افسر که نه، یک ملوان که دیگه برای خودش آقایی شده بود، با خانومش که تازه ازدواج کرده بودن و مادر خانومش که گویا یک معلمه بازنشسته بود اونجا نشسته بودن، از من خواهش کردن برم سر میزشون. خلاصه من رفتم سر میزشون و کلی ماجرای خنده‌دار برام تعریف کردن. ماجرای جشن عروسیشون رو برام تعریف کردن که گویا به یک دلال پول میدن تا یک آدم صاحب منصب رو دعوت کنه تا اعتبار جشنشون بالا بره. ولی نمیدونید گویا دلاله میره به یک جاشوی کشتی‌های تجارتی پول میده و خلاصه آبروشون میره. بعدش یک افسر دیگه، یک ملوان نیروی دریایی به ما اضافه شد و خلاصه کلی تعریف کردیم و خندیدیم. و وقتی اینا فهمیدن اسم من تاتیاناست، نمیدونی چی کار کردن. اون شعر پوشکینو که برای اوژنوی نگین، شعر پوشکین اوژنوی نگین رو خوندن که میگه تاتیانا تاتیانا در آتش عشقم، در آتش عشق تاتیانا. تاتیانا یه قشنگ من. آندرویویچ کوزما نیکولایویچ، تانیوشکا، من فکر میکنم که ما مزاحم کار کوزما نیکولایویچ شدیم. پس بهتره که تو الان بری خونه، من میام همه چیزو برام راحت تعریف کن. نه 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 نه، بهتره که کوزما نیکولایویچ هم گوش کنه، حتما خوشش میاد. خب خلاصش میکنم. وقتی رسیدیم ایسکا، سریوژا اومده بود دنبالم. هنوز سلام و احوال پرسی نکرده بودیم که یک جوونک خیلی جوون اومد جلو، وایساد با سریوژا سلام و احوال پرسی کردن. سریوژا اونو به من معرفی کرد. بازرس قطار بود یا دوستش، یا نمیدونم همچین چیزی. من و سریوژا با هم حرکت کردیم طرف خونه. هوا عالی بود.
همینطور که حرف میزدیم بارون نمنمک شروع کرد اومده. جناب رئیس جلسه دارم. یعنی چی؟ مگه من گفتم بخوام شب خواهد؟ شما اجازه ندارید. من اجازه نمیدم. مفتخرمانی جناب، نستازیا فیودوروفنا همسر منشی دفتر ایونتی، تقاضا دارم قربان. مفتخرم آن جناب، نستازیا فیودوروفنا همسر منشی دفتر. اجازه بدید خانم. اجازه بدید. ببخشید. خب چه فرمایشی دارید؟ آله آله جناب، خدمتتون، شوهر من مرچیتکینا منشی دفتر ایالتی 5 ماه آزگار ناخوش بود و تو خونه مونده بود. در این مدت که تو خونه مونده بود استراحت کنه از کار بیکارش کردن. وقتی من رفتم ادارهشون که حقوقشو بگیرم به من گفتن 24 روبل و 25 کپک از حقوقش کم شده. گفتم چطور؟ گفتن چطور؟ برای که شوهر شما 24 روبل و 35 کپک از صندوق تعاونی مزایده گرفته. گفتم این غیر ممکن، غیر ممکنه. چطور ممکنه شوهر من 24 روبل و 35 کپک از صندوق تعاونی بدون اجازه من وام گرفته باشه؟ نمیشه. من یه زنه بیچاره و ضعیفم، هیچ درآمدی هم ندارم، فقط با پول کرایه مستاجرام زندگی میکنم. خودتون که میبینی بیچاره ضعیف. اون وقت همه دندون تیز کردن که منو بچزونن، منم که هیچ پشت و پناهی ندارم. بذارید بخونم. کوزما نیکولایویچ، مثل این که شما موضوع سفر منو نمیدونید. چندی پیش بیخبر یه نامه از ماما برام رسید. نوشته بود که یک آدمی به اسم گراندیلوفسکی از خواهرم کاتیا خواستگاری کرده. یک جوون خوب، خوشقیافه، سربراه، اما فقط همین، یعنی بیکار، بدون مال و منال. مسئله اینجا بود که گلوی خواهرم هم سخت پیش این آقا گیر کرده بود. چه باید کرد؟ ماما ازم خواسته بود که خودم رو زود برسونم و با کاتیا حرف بزنم و بتونم اونو راضی کنم که معذرت میخوام، شما دارید یه کاری میکنید، من مرتب اشتباه میکنم. شما و مامانتون و این کاتیا خانومتون، من بالا قاطی کردم، اصلا نمیفهمم چی کار دارم میکنم. چه معنی داره؟ وقتی یک خانم محترم داره با شما صحبت میکنه بایستی سراپا گوش باشید. ببینم امروز چرا اینقدر شما بد اخلاقی؟ نکنه که عاشق شدید؟ معذرت میخوام خانم، اصلا نفهمیدم این چه معنایی داره. عاشق شدید؟ دیدید درست حد زدم؟ سرخ شدید؟ تانیوشکا عزیزم، تانیوشکا، خواهش دارم برو تو سالن اصلی، فقط یک دقیقه، من همین الان میام پیشه. بسیار خوب، دیدید درست حد زدم؟ سرخ شدید، عاشق شدید، سرخ شدید. درست سر در نمیارم خانم. اینطور که پیداست شما آدرس رو اشتباه کردید. این تقاضای شما اصلا به ما مربوط نیست. شما باید به همون ادارهی که شوهرتون در اونجا خدمت میکنن مراجعه کنید. اتفاقا به 5 تا اداره مراجعه کردم آقا، نتیجه ایم نگرفتم که نگرفتم. دیگه داشتم کلافه میشدم. دامادم بوریس ماتیویچ پسر خوبیه ها، اون بود که گفت بیام خدمت شما. گفت ماتوشکا برو خدمت آقای شیپوچی، آدم با نفوذیه، هر
کاری از دستش بر بیاد برات میکنه، هر کاری هم که بخواد میتونه بکنه. عالی جناب، قربان، خواهش میکنم به ما کمک کنید. خانم عزیز، ما نمیتونیم برای شما کاری بکنیم. سعی کنید بفهمید. تا اینجایی که من فهمیدم، شوهر شما در اداره بهداری ارتش کار میکنه. بله. اینجا یک مؤسسه خصوصیه، اینجا بانکه. بله. یک مؤسسه تجاریه. بله. فهمیدنش خیلی سوزه. عالی جناب، اگه گواهی دکترم خواسته باشین دارم. بفرمایید خودتون مناسب. نه خانم، من حرفتون رو قبول میکنم، بسیار خوب، لازم نیست. اما یک بار دیگه هم تکرار میکنم، مشکل شما اصلا به ما مربوط نیست. نمیذاره کارمند کارشون. گمون نکنم تمام بشه. خیلی عجیب و خیلی هم مسخره است. یعنی شوهر شما نمیدونه که شما به کجا و به کی مراجعه کنی؟ اون شوهر من؟ نه خیر، اون هیچی نمیدونه، فقط بلده بگه به تو مربوط نیست، تو کار من دخالت نکن. امین، این تنها چیزیه که اون بلده بگه. خانم عزیز، یک بار دیگم تکرار میکنم، شوهر شما کارمند بهداری ارتش، اینجا بانک، یک مؤسسه خصوصی و تجاریه. بله درسته، البته میفهمم. آقای جناب، پدر جان، لازم نیست انقدر تکرار کنی. بسیار. حالا که اینطوره، خواهش میکنم عالی جناب، 15 روبلمی الان به من بدی. البته ترجیح میدادم همشو یه جا بگیرم. ولی خب آندری ویچ، اگه همینطور پیش بره، من هیچ وقت نمیتونم این گزارش لعنتی رو تموم کنم. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا شما یک دقیقه اجازه بدی. خانم مرشودکینا، من نمیدونم این موضوع رو چطوری باید در مغز شما فرو کنم. کار ساده ای نیست، ولی سعی کنید خودتون بفهمید. آمدن شما به اینجا با این تقاضانامه کذایی درست مثل اینه که شما برای گرفتن طلاق برید دواخونه. یا مثلا برید دکه سیگار فروشی. آندره، آندره، حالا میتونم بیام تو؟ یک دقیقه صبر کن عزیزم. کوزما نیکولایویچ، از شما خواهش میکنم، بفرمایید، ازتون تمنا میکنم، بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. خانم مرچودکینا، اگه تو اداره شوهرتون حقوقشو تمام و کمال نپرداختن، به ما هیچ مربوط نیست. ما اصلا نمیتونیم براتون کاری بکنیم. این از یک طرف. از طرف دیگه، ما امروز 15 سال تأسیس بانکمونو داریم جشن میگیریم. سرمون خیلی شلوغه. مهمونا همین الان وارد میشن. من از شما خواهش میکنم. من از شما خواهش میکنم عالی جناب، به یه دختر یتیم رحم کنین.
من یه زن بیچاره و ضعیفم، هیچ کس دلش برای من نمیسوزه. دیگه کاری هم از دست من ساخته نیست. باید به کارهای همه برسم، باید به کار مستجرا برسم، ازشون شکایت کنم، باید به کار شوهرم برسم، کارهای خونه که از یه درم، از همه بدتر. دامادم الان بیکاره. خانم مرچوتینا، من از شما خواهش میکنم، من نمیتونم با شما هم دهن بشم. سرسام گرفتم. ببینید، شما هم مزاحم خودتون شدید، هم وقت ما را گرفتید. آخه خواهش میکنم ازتون. عجب گاوی، گاو، همونقدر گاوه که اسم من شپوچی. پوز ما نیکولایویچ، ازتون خواهش دارم برای این خانم توضیح بدی. ازتون خواهش میکنم، چی میخواستید شما؟ من زن بیچاره هستم، بیار و یاور. اینجوری شاید یه خود ترگل برگل به نظر بیام، اما از نزدیک که نگام کنید دو پاره استخونم، دیگه هیچ جای بدنم سر جاش نیست. به زور رو پاهای خودم بند شدم، هیچ اشتها ندارم. همین قهوه امروز صبحمو با بیمیلی کوب کردم. پرسیدم چی میخواستید شما؟ پدر جان، بیاین این بزرگواری رو در حق من بکنین. 15 روبل همی الان به من بدین، خب باقیش هم باشه برای ماه دیگه. اما بهتون که گفتم، فهمیدنش هم خیلی ساده است. اینجا یک بانک. بله درسته. پدر جان، اگه تصدیق طبیبم بخواین دارم. بفرم. ببینم تو اون کلتون مغزه یا یه چیزی دیگه؟ پدر من که چیزی بیشتر از اونی که قانون برام معین کرده که نمیخوام که. من که چشم مال دیگرون ندارم، پول خودم رو میخوام. من خانم محترم، از سرکار سوال کردم تو کلتون مغزه یا یه چیزی دیگه. بعدش هم اصلا مردشور ترکیب منه ببره که دارم با شما دهن به دهن میذارم. من گرفتارم خانوم، مگه نمیبینی؟ خواهش میکنم ببرید بیرون. پس پول من چی میشه ها؟ نه گمون نمیکنم این تو از مغز خبری باشه. نه، ممکنه که چه میدونم یه همچی چیزی این باشه. نفهمیدم این حرکات چه معنی داشت؟ تو خونت هر رفتاری بخوای با زنت میتونی بکنی، اما با من نه. من خانم یک کارمند محترمم. نه خیر، مواظب خودت باش. آخره باش ده، چه کارا دیگه، چه کارایی میکنم اینو. گفتم بیرون، گم شو. آروم، گفتم که مواظب خودت باش. اگه همین الان با پای خودت گروت رو از اینجا گم نکنی، میفرستم درون بیاد، اول حسابی خدمتت برسه، بعدم پرتت کنه بیرون. گفتم بیرون. آروم. اگه خیال کردی اینجوری میتونی منو بترسونی، کور خوندی. من امثال تو آدم زیاد دیدم. قیافش و نگاه زپرسی. فکر نکنم تو تمام عمرم موجودی از این احمق فرد دیده باشم. حالم داره به هم میخوره. جلوی چشم خون گرفته. یک بار دیگه بهت میگم،
میشنوی؟ اگه همین الان بیرون نری از اینجا پیرزن جادوگر دودت میکنم میفرستم به تبعه، میفهمی؟ دودت میکنم، کاری میکنم که برای تمام عمر ناقص العضو و شلوپل بشی. حتی همین الان میتونم خفت. اگه که زیاد پارس میکنه نمیتونه بگیره منو، نمیتونی به ترسونی هفتوی تو رو حریفم. نه نه نمیتونم، نمیتونم ببینمش، دیگه صبرم تموم شده. این بانک پر شده از مادیون، این گزارش لعنتی رم هیچ وقت نمیتونم تمومش کنم. من چیزی بیشتر از اون که قانون برا معین میکنه که نمیخوام، میفهمی؟ پیر مرد خرفت، قیافش نگاه، با این چکمه های پوستیش، اونم توی اداره دولتی، داتی کار تو بکن، کار تو بکن. داشتم میگفتم شب رفتیم مهمونی منزل برژینسکی، کاتیا یه لباس یقه باز پوشیده بود، رو شونه هاشم یه شال آبی رنگ انداخته بود، آبی آسمونی، دور یقهشم یکم دانتل، نمیدونی چقدر قشنگ شده بود لباسشو. میگم من خودم هم آرایشش کرده بودم، انقدر تو دل برو شده بود که نگو. بله بله بله، تو دل برو، خیلی هم تو دل برو شده بود. الان مهمونا دارن وارد میشن تاتیونوشکا. آری جنا دیگه چی میخواد خانم؟ چی کار دارید چون؟ این آقاه، این مردی که اول انگشتشو زد به سرش بعد زد به دیوار، مگه شما دستور نفرموده بودیم به کار من رسیدگی کنی؟ اصلا این خیالش نیست، تازه حرفای بد بدم به من زد. من یه زن بیچارم، بد وقتم، آزارم به برچم نمیرسه و بقی. بسیار خوب خانم، بسیار خوب، من خودم رسیدگی میکنم، خودم دستورشو میدم، شما بفرمایید بعدم. میگرن کوچولوه داره میاد سراغ. آندرویویچ، میخواید بفرستم دربونه بیاد بندازتش بیرون؟ گرچه ممکنه از اونم کاری ساخته نباشه. کلی مشتری و همسایه اینجاست، ممکنه داد و فریاد را بندازه، آبرومون میره. نه آری جنا، آخه این گزارش لعنتی رو چی کار کنم؟ این رو دستم مونده، نمیتونم تمومش کنم، آخه نمیتونم تمومش کنم. آری جنا، پس کی میخواین این پولو به من بدین؟ با شما هستم، همین امروز لازمش دارم. این زنی که درست مثل کلی میکنه، کلی خانم عزیز، من که خدمتون عرض کردم اینجا بانکه، یک مؤسسه خصوصیه، تجاریه، از اون گذشته ما امروز جشن گرفتیم. بله آری جناب حضرت عجل فرمودین، ولی خواهش میکنم این بزرگواری رو در حق من بکنین. ببینین اگه این گواهیم کافی نیست، میتونم یه استشهاد محلی تموم کنم ببرم بدم کلانتری، دستگاه امضا کنم بیارم بدم خدمتتون. خواهش میکنم دستور بدین این پولو همین الان به من بدن. ننه جون، شما مزاحم کار همه شدین، عجب آدم مسخره هستین. خواهر من، مادر من، آخه من مثل تو نیستم که یکی ازم دفاع بکنه، همه خیال میکنن من میخورم و میخوابم و خیلی هم خوشحالم، اما نه، همین قهوهی که امروز خوردم کفتم شد، دیگه اصلا اشتها ندارم. عالی جناب، چقدر میخواید؟ 24 روبل و 35 کوپک.
این 25 روبله بگیرید و زود از اینجا برید. بگیرید. متشکرم عالی جناب، متشکرم. متشکرم. خب دیگه وقتش رسیده که برگردم خونه. متشکرم تنیوشکا. اما هنوز همه چیزو برای تعریف نکردم. یک دقیقه بیشتر نمیمونم، بعدش برمیگردم. اگه میدونستی چه اتفاقاتی افتاد، اگه میدونستی. بله داشتم میگفتم، همگی دست جمعی رفتیم منزل برژینسکی. بد نبود، خوش گذشت. یعنی چطوری میگن؟ متوسط بود. کاتیا یه گوشه نشسته بود و مرتب آه میکشید. البته گراندیلوفسکی هم اونجا بود. من قبلا با کاتیا کلی حرف زده بودم، میخواستم متقاعدش کنم. یکم هم گریه کرده بودم. کاتیا هم اون شب اونجا با پسر حرف زد، بهش رو کراس گفت نه. من به خودم گفتم دیگه بهتر از این نمیشه. خیال ماما رو راحت کرده بودم، کاتیا رو هم نجات داده بودم، خودم هم راحت راحت شده بودم. ولی تصورشو نمیتونی بکنی. اون شب قبل از شام من و کاتیا رفتیم تو باغ یکم قدم بزنیم. یک دفعه صدای شلیک یک گلوله. آه نه، نمیتونم تعریف کنم آروم باشم. ما من و کاتیا دویدیم رفتیم طرف آلاچیق. اونجا رو زمین گراندیلوفسکی افتاده بود، رو زمین یک تپانچه تو دستش بود. نه دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم. آری جناب دیگه چی میخواید؟ خانوم شما نمیتونین یک کاری کنی شوهر من دوباره به برگرده سر کارش؟ به دامادم هم یک کارکی رو کنین. یه گلوله تو قلب خودش خالی کرده بود. تو قلب که نه، اینجا. کاتیا قش کرد افتاد رو زمین. گراندیلوفسکی که داشت از ترس زهره ترک میشد همینطوری زاری و تمنا میکرد، میگفت خواهش میکنم یه دکتر خبر کنید. خب دکتر خیلی زود اومد و اونا نجات داد. آره جناب، حالا نمیشه یه کاری کنی شوهر من برگرده سر کارش؟ یه کارکی هم بر داماد من پیدا کنی. دیگه نمیتونم. بیرونش کن. ها؟ بیرون میکوبم تو مغزت. کس داری کنم؟ بیرون اینه. بیرون باید کسیت دارم. هیئت مدیره. حیثیت بانک، آبروی بانک، آبروی من. بالاخره افتضاح شد. همونقدر افتضاح که اسم من شپوچی. هیئت مدیره. بفرمایید آقایان، بفرمایید. با اجازه، تقدیرنامه. آندره آندرویچ عزیز، نگاهی به گذشته بیندازیم و در خیال خود تاریخچه این سالهای پر افتخار را مرور کنیم. و اکنون در زمان حال آیا دچار احساس شعف نمی شویم؟ در حقیقت در ابتدای تأسیس بانک عزیزمان،
اندک بودن سرمایه اولیه، فقدان معاملات بزرگ و مهم و در کنار آن هدفهای نامشخصی که در پیش داشتیم ما را در مقابل سؤال قامزی قرار داده بود که هاملت برای خیش مطرح می کرد، بودن یا نبودن. اما مسئله این نبود، در چنین احوالی بود که شما در رأس این مؤسسه نوپا قرار گرفتید. آگاهی های شما، قدرت ابتکار شما، موفقیت های عظیم و سریع بانک ما را فراهم آورد. شهرت بانک ما شهرت بانک ما متشکرم آقایان. با عرض معذرت. یکم آندره شهرت بانک ما با توجهات بی‌دریغ شما بدان درجه‌ای از اهمیت رسید که امروزه با بسیاری از مؤسسات وزین داخلی و خارجی رقابت می‌کند و صد البته باید گفت که هیئت مدیره، هیئت تحریره می‌بینم دو یار دبستانی در زیر چادری کودکستانی از مسائلی سخن می‌راندن که خود دانی. نگو جوانیت، نگو فنا شده، نگو و این همه نگو، به خاطر حسادت من نگو. نگو و اینک آندره آندرویویچ بسیار عزیز، بار نگاهی عمیق به حال میتوانیم بگوییم که آقایان در این صورت با اجازه، آقایان آندری آندرویویچ عزیز، در این صورت با اجازه ما بعداً مزاحم میشیم. بعداً بهتره. بهتره آقای بفرمایید. 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 جنایت. داره یه جنایت اینجا اتفاق میفت. آه! آندره یکم آب. حضرت دامادم،